با سلام حضور شما همراهان همیشگی برنامه افق جنبش کارگری. عزیزان، برنامه این هفته ما در شرایطی به شما تقدیم میشه که با مرگ ابراهیم رئیسی جلاد 67 و هیئت همراه او در سقوط بالگرد ریاست جمهوری، کشور وارد یک دوره تحولات ویژه و بحرانی شده. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به ترازنامه سیاست‌های دوره دو ساله ریاست جمهوری رئیسی در ارتباط با طبقه کارگر و عموم مزد و حقوق بگیران کشور. در این بررسی رفیق جمشید مهر همراه ما خواهد بود. رفیق جمشید، خیلی خوش اومدید. سلام دارم خدمت شما و همه عزیزان دستن در کار تلویزیون حزب کمونیست ایران، به خصوص بینندگان عزیز شما هر جای جهان که هستن، و سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. من هم شما سپاسگزارم. رفیق جمشید، ما طی دو سال مجموعی از سیاست‌های دولت رئیسی در ارتباط با کارگران رو بررسی کردیم، اما حالا جا داره که پس از حذف جلاد 67 از مسند ریاست جمهوری، ترازنامه دولت اون رو به طور خلاصه در چند مورد بررسی کنیم. اجازه بدید که مورد اول رو اختصاص بدیم به وعده‌ای که برای کاهش نرخ برابری ریال در برابر نرخ دلار و بی‌ارزش شدن پول ملی داده بود، مبنی بر اون که دولت اون نرخ برابری رو به 5000 تومان در برابر یک دلار کاهش میده. این وعده چه سرنوشتی پیدا کرد بعد از مرگ رئیسی؟ بله، همونطور که شما گفتید، در واقع ابراهیم رئیسی یا آیت الله مرگ یا جلاد اوین به خاطر مشارکتی که در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 داشت به این در واقع لقب مشهور بود. گماشته شدن اون در واقع حاصل رویارویی های مردم با حکومت و در واقع شکافی که بین مردم و حکومت به وجود اومد بود. به طور مشخص ما جنبش هایی رو تا قبل از به اصطلاح به قدرت رسیدن رئیسی میتونیم بهش اشاره بکنیم، ولی در واقع گماشته شدن او در شرایطی که واقعا دیگه شاید مثلا بتونیم بگیم که شرایط رویارویه های بزرگ مردم با حکومت هستش، حاصل شکافی بود که بین مردم و حکومت به وجود اومد و حکومت برای اینکه بتونه بدون هیچ اما اگری جنبش مردم رو سرکوب بکنه، سیاستی رو پیش برد یا برنامه رو پیش برد که به عنوان خالص‌سازی مشهوره، و در واقع گماشته شدن رئیسی به این دلیل بود که هرچه راحت‌تر و بدون در واقع مزاحمت این رویارویی‌های مردم با حکومت رو سرکوب بکنن. به طور مشخص خب یکی از جنبه‌هایی که میشه بهش اشاره بکنیم همین سیاست‌ها و برنامه‌هایی که دولت رئیسی یا این دولت خالص‌سازی شده در مقابل جنبش کارگری داشت. به طور طبیعی خب سقوط ارزش ریال، پول ملی و شوک‌های ارزی که وارد می‌شد، تبعات فراوانی بر زندگی طبقه کارگر و بر معیشت اون و به طور کلی زحمتکشان و مردم داشت. وعده‌هایی که رئیسی داده بود حداقل در حوزه‌هایی که روشن بود، مثلا اینکه 7000 صفحه برنامه اقتصادی داره، یا قول داده بود که ساخت 4 میلیون مسکن رو در 4 سال دنبال بکنه، یا ایجاد 1 میلیون شغل در هر سال و رسوندن تورم به نصف میزانی که اون موقعی که در واقع اون رئیس جمهور شده بود رو وعده داده بود مثلا بکنه، که در واقع تورم نصف بشه و تک رقمی بشه. خب حالا امروز که در این نقطه قرار داریم، برمیگردیم و نگاه میکنیم، میبینیم که بدون هیچ به اصطلاح خیلی روشن اگر بخوایم نگاه بکنیم، اینه که خب دولت رئیسی و یا این جریان خالص‌ساز در همه این حوزه ها شکست خورده. ادامه در واقع بهش اشاره میکنیم. اما در مورد خود جلوگیری از سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت دلار، در واقع باید بگیم که این امکان پذیر نبود و خود دولت در واقع زمینه ساز یا به دلایل مختلف، از جمله به دلیل کسر بودجه ای که داشت، نیاز داشت که قیمت تسعیر ارز یا در واقع برابری دلار و ریال رو
جوری تنظیم بکنه که بتونه به اون مثلا کسری هایی که داشت پاسخ بده. و خب این کسری ها در واقع به طور مشخص تورم رو، نقدینگی رو افزایش میداد و تورم و افزایش نقدینگی قیمت ریال رو باز کاهش میداد، در واقع با سقوط آزاد روبرو میشد و در واقع این سیکل مدام تکرار شد تو این 4 سال. به طور مشخص در واقع کاری که دولت رئیسی کرد، حذف ارز 4200 تومانی و رسوندن اون در واقع به قیمت 28500 تومان که بعدها در واقع این افزایش پیدا کرد به طور مشخص، خب همین قضیه و در واقع سیاست های اقتصادی که دولت داشت مدام قیمت، یعنی در واقع ارزش پول ملی رو کاهش میداد و این ساز در واقع تورم بود و به معنای اینکه قوت خرید توده ها مدام به خصوص در واقع طبقه کارگر کاهش پیدا میکرد. این رو خیلی راحت میشه در مثلا 2 سالی که رئیسی حداقل دستمزد رو در مقابل برای طبقه کارگر ایران تعیین میکرد، این رابطه افزایش قیمت دلار و سقوط قیمت ارزش پول ملی دید، به خصوص مثلا اونجایی که خب تورم توی از سال 1400 به بعد تا همین امسال در واقع مدام روند افزایشی داشت، ضمن این که خب دولت اونو کتمان میکرد، در نتیجه حداقل دستمزدی رو که با این تورم برای طبقه کارگر ایران یا اون بخش از طبقه کارگر ایران که تحت شمول قانون کار بود تعیین میکردن، وضعیت طبقه کارگر رو در واقع روز به روز بدتر میکرد. به معنای دیگه نهایت در واقع این سیاست شکست خورد و دولت رئیسی الان قیمت ارز رو، یعنی چند نوع قیمت ارز داریم، ارز ترجیحی، ارز نیمایی، ارز در واقع مبادله‌ای، همه اینها در واقع خیلی روشن نشون میده که سیاست‌های ارزی دولت رئیسی، یعنی سیاست‌هایی که برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی دنبال میکرد، شکست خورد. و خب حالا در ادامه من میتونم به طور مساقی به موارد مشخصی اشاره بکنم. به شما به مسئله دلار و افزایش قیمت دلار و کاهش ریال در برابر دلار اشاره کردیم. مسئله بعدی که رئیسی وعده‌شو داده بود مسئله تورمه، وعده‌ای که او کاهش تورم دو رقمی به تورم یک رقمی بود ولی چنین نشد. ظاهرا هم حالا از تورم کم شکن صحبت می‌کنند و ایران در میان نزدیک به 200 کشور 7th کشور از نظر داشتن بالاترین تورمه. در این باره ارزیابی شما چیه؟ خب روشن سیاست هایی رو که در کل، یعنی اگر که به بودجه های دولت رئیسی نگاه بکنیم یا سیاست هایی که در واقع در برنامه 7th توسعه اقتصادی پیش میره، طبیعی بود که این جلوگیری از تورم با این سیاست هایی که دولت رئیسی دنبال میکرد امکان پذیر نبود. به طور مشخص میگم نگاه بکنیم به این که بخشی از درآمد دولت در واقع فروش نفت، معادنات گازی و صادرات غیر نفتی هستش. در واقع همه اینها ارزی رو که به وجود میاره در دست دولته و در واقع دولت مرکز اصلی مبادلات ارزیه. خب دولتی که در این وضعیت قرار داره و با کسر بودجه عظیم روبروه، چند تا راه رو پیش گرفت. یکی در واقع افزایش مالیاتی بود که مثلا در سال گذشته 50% در واقع بر مالیات ها افزوده شد، و یا اینکه تبدیل یا تسعیر قیمت ارز، اون جایی که در واقع از تبدیل به ریال میشه، همونجوری که گفتم در واقع خب باعث میشه که از زمانی که در واقع دولت با کمبود از روبروه،
کالاهای اساسی و کالاهایی که مورد نیاز هست قیمتش افزایش پیدا میکنه و در واقع خود این باز از یک سو دولت رو روبرو میکنه با افزایش نقدینگی. وقتی هم که در واقع این در رونق هستش و درآمد نفتی به اندازه کافی داره، باز هم در واقع به دلیل سیاست تبدیل این ارز به برنامه هایی که در واقع به زیرساخت های اقتصادی تبدیل نمیشه و دولت در اون نقش داره، باز هم در واقع منجر به افزایش نقدینگی میشه. خود دولت هم در واقع برنامه هایی رو اجرا میکنه که مثلا برای پرداخت هزینه هایی که در مورد دستگاه های مختلف خودش از جمله دستگاه های سرکوب به کار میبره، خب در واقع همه اینها دست به دست هم دیگه میده و افزایش نقدینگی به وجود میاد. افزایش نقدینگی منجر به تورم میشه و در واقع میبینیم که این سیک تکرار میشه. دولت ارز رو به هر قیمتی که در واقع با وارد کردن شوک‌های ارزی میخواد که پاسخ بده کمبود منابع خودش رو، و در واقع این کمبود منابع خودش منجر میشه به افزایش نقدینگی. افزایش نقدینگی تورم رو بالا میبره. خب روشن بود که در واقع دولت رئیسی با اون برنامه‌هایی که دنبال میکرد نمیتونست جلوی تورم رو بگیره. یک مورد به اصطلاح مشخص اگر بخوایم بگیم که خب بدهی های دولت به مثلا صندوق بازنشستگی نشون میده که دولت رئیسی قصد اینو نداشت یا توان اینو نداشت که در واقع جلوگیری بکنه از تورمی که در واقع افزار گسیخته افزایش پیدا میکرد. مثلا تهیه سبد، تهیه در واقع کالاهای سبد معیشت کارگران و زحمتکشان رو در واقع با مشکلات متعددی روبرو میکرد. نتیجتا میخوام بگم که خب اون برنامه ها و اون سیاست هیچ کدومش پاسخگوی این نبود که جلوی تورم رو بگیره. به خاطر همین بود در سال 1401 در واقع رئیس بانک مرکزی ایران تغییر کرد و دلیلش هم در واقع افزایش تورم بود. روشن اینجا باید بگم که خب سیاست هایی که دولت رئیسی دنبال میکرد در مورد کاهش تورم شکست خود و در واقع تورم همچنان افزایش پیدا کرد. آمار اطلاعاتی هم که در واقع تو این حوزه ها بخشن دولت رئیسی و مرکز آمار و مرکز آمار ایران میداد، در واقع آماری بود که چندان قابل اعتبار و اعتنا نبود. رفیق جمشید، ما در برنامه‌های قبل خیلی در مورد دستمزدها، افزایش دستمزدها و اینکه در دولت 13 پرداختیم، برای همین نمیخوام زیاد در این برنامه که اختصاص داده شده به وعده های رئیسی که عملا هیچ کدومشون هم به اجرا در نیومده بپردازن، برای همین میخوام به یکی از این وعده ها ساختن سالی 1,000,000 مسکن جدید و کاهش اجاره بهای مسکن بود. در مورد این چه حرفی داری، چه صحبتی داری؟ خب ببینید، مسکن یکی از به اصطلاح منابعیه که در شرایطی که رکود اقتصادی وجود داره و دولت با کمبود منابع روبروه و یا به صورت دیگه در واقع ما دچار افزایش نقدینگی هستیم، در واقع به یکی از اون منابعی تبدیل میشه که مردم تلاش کنن برای اینکه برابری و ارزش پول خودشونو حفظ بکنن، تو اینجاها سرمایه گذاری بکنن، مثل خود دلار، مثل طلا، مثل مسکن. در واقع اینا حوزه هایی هستش که یا حوزه هایی بود که در واقع مردم برای اینکه ارزش پول خودشون رو حفظ بکنن به اون رو می آوردن، یا دلار می خریدن یا طلا می خریدن یا در واقع در مسکن یا می خریدن یا در واقع سرمایه گذاری می کردن. با توجه به رکودی که در اقتصاد ایران، در واقع رکود تورمی که در اقتصاد ایران به وجود اومده بود، منظورم این که مراوده اقتصادی با جهان خارج به دلیل تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی
محدود شده بود، یک در واقع خب فروش نفت امکانش کمتر شده بود، در واقع کمتر میتونست نفت بفروشه حکومت. در نتیجه مثلا اون تهدیدها بازگشت ارزهایی رو که دولت حالا یا با فروش نفت یا در واقع با صدور صادرات غیر نفتی فراهم می‌کرد بازگشتش مشکل می‌شد، در واقع تبدیل شد به یکی از این سرمایه گذاری با. خب همزمان با در واقع این موضوع طبیعی بود در واقع اجاره مسکن هم مثلا مرتبط میشه یا رابطه پیدا میکنه با همین مسئله قیمت ارز و در واقع افزایش نقدینگی. دولت از همون 1400 در واقع اعلام کرد که برنامه هایی رو داره برای اینکه از یه طرف در واقع مسکن بسازه و از طرف دیگه اجاره بهای مسکن رو کنترل بکنه. حتی چند بار در واقع طرحهایی برای کنترل اجاره مسکن داده شد، ولی هیچ کدوم از اینا در واقع نتونست منشأ اثری باشه. نتیجتاً در واقع پیامدهایی داشت به این معنا که با هم افزایش قیمت مسکن، افزایش در واقع سرسام‌آور قیمت مسکن متر مربعی در واقع در طول مثلا این 3 سالی که رئیسی در واقع عهده‌دار ریاست جمهوری بود، در واقع چند برابر شد این قیمت افزایش مسکن. هم در واقع اون جاهایی که تلاش کرد که مثلا با واگذاری زمین، تسهیل زمین در واقع، گرچه در واقع خود اونجا هم امکانات معینی وجود نداشت، مثل مثلا فرض بکنیم که مراکز خرید، مثل آموزش و پرورش، مثل در واقع مثلا حفاظت و انتظامات، همه اینها در واقع هم قیمت زمین افزایش پیدا میکرد و هم در واقع اجاره مسکن. حتی وام هایی که در این مورد پرداخت میشد، به خصوص وام هایی که در مورد مسکن طبقه کارگر ایران گفته میشد که در واقع پرداخت میشه، این وام ها به دلیل تورمی که وجود داشت و اون بخشی از آورده ای که خود کارگرها یا خریداران مسکن در واقع می آوردن، به دلیل تورمی که وجود داشت، امکان بازپرداخت این وام ها رو برای کارگرای ایران فراهم نمی کرد. در نتیجه از یه طرف هم قیمت مسکن افزایش پیدا میکرد، هم قیمت اجاره بها در واقع افزایش پیدا میکرد و هم در واقع خب کمبود مسکن وجود داشت. البته باید بگیم که مثلا در همین دوره در تهران بیش از 1.5 میلیون واحد مسکن در واقع وجود داشت که خب در واقع خالی بود، یعنی در واقع مورد استفاده قرار نمی گرفت. همه اینها در واقع نشون داد که برنامه هایی که دولت در مورد مسکن دنبال میکنه، چه خرید اون چه اجاره اون، شکست خورده بود و در واقع پاسخ نمیداد. به خصوص من در مورد اجاره مسکن میخوام بگم که خب بخش عظیمی از طبقه کارگر اجاره نشین در واقع هست. اینها خیلی روشن ناچار شدن که از مثلا شهرها مهاجرت بکنن به حاشیه شهرها و از حاشیه شهرها به حاشیه در واقع سکونتگاه‌های غیر رسمی مهاجرت بکنن. چرا؟ برای اینکه در واقع افزایش اجاره بها با افزایشی که در دستمزدها به وجود اومده بود اساسا خانایی نداشت و در واقع یکی از به اصطلاح حوزه‌هایی که بحران اقتصادی که حکومت درش باش روبرو بود، انتقال اون به دوش طبقه کارگر و زحمتکشان بود. و اینکه بحران مسکن حل نشد، حتی روشن بذارید که یک نقل قول بکنم از معاون رئیسی، همین چند وقت پیش گفته بود که در واقع ما گفتیم که سالی 1 میلیون مسکن میسازیم، اما نگفتیم که دولت این کارو میکنه، گفتیم که باید مردم بسازن. خب در واقع این شوخی به اصطلاح مضحکی بود از طرف اون. این رو از این بابت میگم که در واقع ساخت مسکن، چه در بحث در قسمت استیجاریش اجاره ایش و چه در واقع خریدش،
یکی از اون وظایف حاکمیتی هستش که دولت بر دوش دولت هستش و دولت، نه این دولت، حتی دولت‌های قبلی در جمهوری اسلامی این وظیفه را رو دوش خودشون برداشتن و خب در نتیجه ما با بحرانی به نام بحران مسکن و به خصوص اجاره اون رو روبرو هستیم. رفیق جان که اجازه بدید نگاهی هم بندازیم به هزینه های بهداشت و درمان و آموزش. در این عرصه وعده هایی داده شد و هرچند خود مردم با پوست و گوشت و استخون دارن این واقعیت ها رو درک میکنن که وعده های داده شده پوچ بودن و هیچ کدوم عملی نشدن، ولی شما بیاید به برخی از این واقعیت ها اشاره کنید که روی زندگی مردم تاثیر گذاشته. ببینید، برای اینکه روشن‌تر راجع به هزینه های درمان صحبت بکنیم، حداقل از برنامه چهارم، پنجم، ششم قرار بود که هزینه سلامت و درمان اون بخشش که به عهده مردمه کاهش پیدا بکنه. در واقع اون موقع اینطور بود که بیش از 70% هزینه درمان رو، درمان و بهداشت رو مردم پرداخت میکردن، 30%ش رو در واقع نهادهای یا سازمانهای بیمه‌گر پرداخت میکردن. خب به اصطلاح این موضوع بحرانها یا در واقع آسیب‌های فراوانی رو تو جامعه به وجود آورده بود که این گونه بود که مثلا اگه یه خانواده‌ای با بحرانی یا با مشکلی در واقع در مورد سلامت و بهداشت، مثلا جراحی یا در واقع بیماری‌هایی که هزینه بیشتری داشتن یا به نوعی صعب العلاج در واقع بودن، واقعا سقوط میکرد زندگیشون و در واقع به زیر خط فقر در واقع فرو میغلطیدن. برای اینکه روشن‌تر در واقع بگم، این که الان یعنی در واقع وقتی دولت رئیسی بر سر کار اومد این گونه بود که 80% هزینه های درمان رو مردم پرداخت میکردن و 80% در واقع سازمان های بیمه‌گر پرداخت میکردن، 20% مردم. این برعکس شد به این معنا که در واقع سیاستی که دنبال شد به این گونه پیش رفت که کمتر از 30% رو در مورد سلامت، درمان و سلامت، 30% رو در واقع سازمان های بیمه‌گر پرداخت میکردن، کمتر از همین مقدار یعنی بین 20 تا 25% رو دولت پرداخت میکرد و در واقع مابقی رو خود مردم باز پرداخت میکردن. متاسفانه این هم پیش نرفت، یعنی در واقع سیاست های نئولیبرالی در حوزه سلامت و درمان به این معنا که در واقع سلامت و درمان تبدیل به کالا شده بود، عملا وضعیت به جای رسوند که همکنون 70% از هزینه های سلامت و درمان رو مردم پرداخت میکنن و 30%ش رو در واقع مجموعه دولت و این سازمان های بیمه‌گر پرداخت میکنن. این سیاست توی به اصطلاح مجموعه سه برنامه چهارم، پنجم، ششم در واقع شکست خورد، ولی حالا در واقع توی برنامه هفتم و در واقع در برنامه بودجه 1403 دولت رئیسی هم این گونه شروع میده. به اصطلاح سرانه درمان و سلامت در برنامه بودجه سوم رئیسی در بودجه 1403 در واقع کاهش پیدا کرد. همه اینها در واقع خب نشون میده که در حوزه سلامت و درمان حکومت بار اصلی رو در واقع بر دوش مردم گذاشته و با کالایی شدن بهداشت و درمان هزینه های هرچی بیشتری بر دوش مردم قرار میگیره و خود این در واقع آسیب های اجتماعی فراوانی رو به وجود میاره، به این معنا که خب بخش زیادی از جامعه به دلیل این سنگینی هزینه ها در واقع
فرو میغلطن به زیر خط فقر و دوچار در واقع فقر میشن. هیچ کدوم از مثلا سیاست هایی که دولت رئیسی در حوزه سلامت و درمان اعلام کرده بود در واقع عملی نشد و در واقع یک سقوط قهقرایی رو شاهد هستیم در حوزه درمان و سلامت. اینو اگه بخوایم در حوزه مثلا بیمه‌های اجتماعی ببینیم یا در مورد بازنشستگان ببینیم یا در مورد معلمان ببینیم، خب در واقع این خودش رو خیلی خوب نشون میده که تأثیرات اون سیاست حداقل بر سه بخش از این بخش‌های از جامعه به طور مشخص، خب کارگرها، زحمتکشان، بازنشستگان، معلمان در واقع میتونیم ببینیم که در واقع عوارض و عواقب جبران ناپذیر یا زیانهای جبران ناپذیری رو در مورد این بخش از جامعه ایران سیاستهای شکست خورده دولت رئیسی در واقع به وجود آورده. رفیق جمشید، در دوره ریاست جمهوری رئیسی جلاد 67 سرکوب فارین کارگری در کنار سرکوب اعتراضات و خیزش‌های مردمی رو چطور می‌بینید؟ ببینید، به نظرم که در میان دولت‌های جمهوری اسلامی دولت رئیسی ضد کارگری ترین دولتی بود که توی سال‌های گذشته شاهدش هستیم. این به چه معنا؟ به این معنا که دولت رئیسی با وزیر کارش سهرت مرتضوی در واقع نشون دادن که اساساً این دولت بیشتر از دولت‌های قبل نمیتونه یا نمیخواد که در واقع حداقل‌های قانونی رو که توی قانون کار در واقع اومده رعایت بکنه. به این معنا که در حوزه تشکل‌های کارگری بیشترین تلاش‌ها رو برای سرکوب تشکل‌های کارگری دنبال کرد، بهش اشاره می‌کنم. در مورد افزایش دستمزد یا دستمزد در واقع اون چه که دولت رئیسی در این از سال 1400 و 1401 و 1402 در واقع دنبال کرد، هر چه بیشتر در واقع فقیرسازی و تعرض به حق حیات طبقه کارگر رو نشون داد. نشون داد که در واقع عملا این ساختار وزارت کار دیگه پاسخگو نیست و برای اینکه مسائل کارگری حل و فصل بشه قرار شد که در واقع تو بخش‌های معینی برون سپاری بشه. به طور مشخص در مورد حداقل دستمزد اونا عنوان کردن که خود کارگرا برن با کارفرماها در واقع چانه زنی بکنن، به این معنا که خب دیگه عملا وزارت کار نقشی در این حوزه نخواهد داشت. موارد دیگه ای رو که بخوایم به اصطلاح بر بشماریم در این حوزه، خب خیلی روشن در مورد عدم امنیت شغلی، یعنی اشاره من به تبصره 2 ماده 7 قانون کاره که از همون سالهای تصویب قانون کار تلاش شد که در واقع قراردادهای رسمی برداشته بشه و در واقع قراردادهای موقت جایگزین بشه. به این معنا که حتی در مورد کارهای مستمر که ذاتاً در واقع کارهای مستمر هستن تبدیل شدن به قراردادهای موقت. در دولت رئیسی این در واقع ادامه پیدا کرد. به طور مشخص در مورد اصلاح ماده 5 در واقع قانون کارگران ساختمانی همچنان در واقع این وجود داره و این ماده تبصره 2 ماده 7 باز هم در واقع ادامه داره و دولت، به طور مشخص دولت رئیسی رو میگم، در واقع تلاش کرد که عملا حتی اون تبصره 2 ماده 7 در واقع تسری پیدا بکنه و همه مشاغل چه مستمر چه غیر مستمر در واقع دوچار اون موضوع بشن که تا 4 سال
قرارداد موقت هستن و بعد از 4 سال در واقع این اراده کارفرماست که میتونه اون قرارداد رو دائم بکنه یا موقتی بده. میخوام بگم که تو این به اصطلاح تو حوزه قانون کار و وزارت کار، دولت رئیسی تعرضات گسترده‌ای رو در همه حوزه‌ها، به خصوص در واقع میگم در لغو و مسخ قانون کار، در تعیین حداقل دستمزد زیر خط فقر، سرکوب تشکل‌های کارگری، عدم توانایی به توانایی پاسخ دادن به سوانه کاری و در واقع عدم رعایت استانداردهای ایمنی و حفاظت کار هستش، همه اینها در واقع گسترش پیدا کرد و تابلو روشنی هستش از تعرضات دولت یا حکومت اسلامی به طبقه کارگر و درماندگی و استیصالش در مورد در برابر خواستا و مطالبات جنبش کارگری ایران. شما در صحبت‌های قبلیتون اشاره کردید که دولت رئیسی ضد کارگرترین بود نسبت به دولت‌های پیشین. حالا میخوام از شما این سوال رو بپرسم که خیلی به عنوان یه جمع‌بندی و خیلی کوتاه اشاره کنید که آیا سیاست‌هایی که او اجرا کرده با سیاست‌های کل نظام که توسط خامنه‌ای تعیین میشه تفاوتی داره یا نه؟ سوال دقیقیه و این روشنه. من در ابتدای مثلا صحبتام گفتم که رئیسی یا گماشته شدن رئیسی حاصل رویارویی‌های گسترده‌ای که مردم ایران با حکومت با جمهوری اسلامی دارن و در واقع اکثریت عظیم مردم ایران به این فکر میکنن که چطوری در واقع از این حکومت رهایی پیدا بکنن. روشن در واقع مثلا موقعیت رئیسی به عنوان فرد رئیسی یا رئیس جمهور چندان مثلا فرد صاحب نظر و اراده‌ای نبود. او برگماشته شخص خامنه‌ای بود و همه تمهیدات فراهم شده بود که در واقع رقبای دیگرش کنار برن یا حذف بشن و در واقع اون به اصطلاح گماشته بشه. اقدامات مجلس رو قبل از انتخاب شدن رئیسی میتونم در واقع در این مورد یادآوری بکنم، ولی بذارید که پاسخ مشخص به اون سوال شما بدم. سیاست های رئیسی همون گونه که خودش در واقع میگه تاب و نعل به نعل اون چیزی بوده که در واقع بیت خامنه ای یا در واقع هسته سخت قدرت یا در واقع اون جناح خالص سازی شده در واقع تعیین میکرد، به این معنا که خیلی خیلی روشن در واقع باید بگیم که بحران هایی که وجود داره هسته سخت قدرت رو توی دو حوزه میشه به طور کلی نشون داد، یکی در حوزه سیاست‌های داخلی، دیگری در حوزه سیاست‌های خارجی. اون چه که در مثلا حوزه سیاست‌های داخلی به طور مشخص در مورد طبقه کارگر تصمیم گیری میشد، در واقع یک جای دیگه‌ای، یعنی در بیت خامنه‌ای یا در واقع بقیه ارگان ها، منظورم هیئت مثلا قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، در واقع مجری سیاست هایی بودن که در اون هسته سخت قدرت در واقع تصمیم گیری میشد یا در واقع تعیین و تبدیل و تنظیم میشد. در واقع رئیسی در حوزه سیاست داخلی دقیقاً به طور مشخص در مثلا مناسبات روابط کار سیاست‌هایی رو دنبال می‌کرد، از جمله این که حفاظت بکنه یا تأمین بکنه افزایش سود رو و سود و سرمایه رو در برای در واقع هم سرمایه‌داران داخلی و هم برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی. در نتیجه سیاست‌هایی که دنبال کرد اساساً در واقع ارزان‌سازی نیروی کار بود، خصوصی‌های گسترده، مولدسازی‌های گسترده اموال دولتی و ملی، در واقع سرکوب طبقه کارگر و در واقع کاهش
هزینه سبد معیشت اونها. در حوزه خارجی هم در واقع اون چیزی رو دنبال میکرد که باز اون حسه سخت قدرت در واقع تعیین کرده بود. علی رغم همه حرفایی که زد که آقا ما معیشت مردم رو و زحمت کشان رو با مسئله برجام به هم مثلا مربوط نمی‌کنیم و از هم جدا می‌کنیم، همه این عواقب و در واقع وضعیت فعلی روشن می‌کنه که رئیسی این حرفی رو که می‌زد در واقع بی‌پایه و اساس بود و در واقع حتی برای رشدی که اعلام کرده بود 8% رشد در واقع ضرورت داره و این حرفا، نیازمند این بودیم که مناسباتمون با چه با کشورهای منطقه چه با جهان در واقع تغییر بکنه، اصلاح بشه و در واقع از برداشتن تحریم ها و رفع تحریم ها بشود که در واقع یک شرایطی فراهم بشه که مثلا همونجوری که گفته شده مثلا برای اینکه یک رشد مثلا 8% داشته باشیم نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی هستیم. خب در واقع امکان پذیر نبود صحبت هایی که رئیسی میکرد و اینکه معیشت و زندگی زحمتکشان رو با مثلا برجام و تحریم ها گره نمیزنه. علیرغم همه تمهیداتی هم که به کار برد یا صحبت هایی که کرد در واقع در این هم موفق نبود و خب نشون داد که حکومت در مجموع خودش چه در دولت های قبلی و چه به خصوص حسه سخت قدرت بار بحران های فزاینده و تعمیق شده وضعیت فعلی رو بر دوش مردم و زحمتکشان و طبقه کارگر ایران گذاشته. این نکاتی بود. ممنونم، وقت برنامه به پایان رسید. ممنون از حضورتون در این برنامه. سپاسگزارم، امیدوارم که در حد قانع کننده ای سوالای شما رو پاسخ داده باشم. مجدد در واقع از شما و همکارانتون سپاسگزارم و روز بخیر. زنده باشید. ممنونم از شما بینندگان گرامی هم که تا این لحظه بینندگی برنامه خودتون برنامه افق جنبش کارگری بودید. سپاسگزارم. تا به هم رسیدن دیگر شاد و سربلند باشید. ایام یکم بدید.